کسات ما کجا کجا را کدام قسمت ها را باید گنجانیده شود؟ از بالا باید کریستافی از بالا باید زل دوم شروع شده یا از قسمت اپکس استرنیوم قسمت سفلی کست ارتفاع خانه یا سمفیس پیویس باید گنجانیده شود می فلم رادیوگرافی ما. از دیگه مقدارش وای ما ایر معمولا به شکل اوتوماتیک گرفتیم، معمولا 65 تا 75 کیلووولت به مریض استفاده میکنیم. نظر به مریض فرق میکنه، معمولا هم مریضا رو ما نمیتونیم به 100 کیلووولت بدیم، مریضی که فتیمه باشه میشه کیلووولت بیشتر و یا لاغرتر میباشه میشه کیلووولت کمتر بدیم. بررسی فیلم چی رو باید این فیلم رادیوگرافی خود بررسی بکنیم؟ وقتی کلیشه ساده ما مریض میگیریم باید ببینیم که اول که آماده است یا نه، مواد غایطه یا مواد فکلی در روده مریض باقی مانده یا یک تخلیه شده، گازات موجود است نخیر، سنگ داره چی مشکل داره، کنتراست همین شعایی که به مریض داده ایم کفایت کرده کمتر است زیادتر است، مقدار شعای خود موقعیت مریضه که آیا درست است نیست و یکان آرتیفکت های رادیو پکک می باشه معمولا کلش چک میکنیم. بعد از او باز بخیر چی میکنیم؟ برای مریض انجکت میکنیم. تکنیک اینجکت ما به این شکل است دکتر سبا که معمولا از سرنج های 50 سی سی امراه با سوزن نباید استفاده کنیم به خاطر که بسیار خطرناک است مواد کنتراست وقت تطبیق میشه در او حالت که مریض خود نخسته به شاک یا به کدام مشکل برش پیدا میشه باز ما خوار خطا شده و دست پاچه نشیم. قبل از اینکه ما برای مریض اینجکت کنیم اول ما به کنول میزنیم، کافی کانولا به مریض پاس میکنیم، معمولا در وریده که در آرم یا در بازوی مریض است کانول به سازهای مختلف است تطبیق میشه، چون رگ مریض باید یا ورید مریض باید باز باشه به خاطر از اینکه در حالتی که ما پولا مشکل پیدا میکنیم و باید بتونیم خوب به خوبیش جاکنیم. خب فیلم های اکس ری که ما شروع میکنیم بعد از زرق مواد کنتراست، یکی فیلم اندافیجکشن است یا فیلم دفتن است، یکی رادیوگرافی 5 تا 15 دقیقه است معمولا 30 دقیقه است که دو یورترگرام میبینیم فاز میباشه 45 دقیقه سیستوگرام فاز میباشه وقتی که مواد میاد داخل مثانه او را با سیستوگرام فاز میگن و یکی پاست مکچورشن یا وید میباشه. اندوف انجکشن کلیشه اندوف انجکشن ما بعد از زرق یا اندوف انجکشن که میگیم معمولا 15 ده الا 15 ثانیه بعد از زرق گرفته میشه، اما یک موضوع بسیار مهم است که کتی یوروگرافی ما نمیتونیم 10 الا 15 ثانیه بعد بگیریم، معمولا ما یوروگرافی وقتی که ما تطبیق میکنیم 5 دقیقه رو در بر میگیره. او مواد کنتراست نیست، مواد کنتراستی که در اینجا ما یادآوری کردیم این مواد کنتراست اومنیپک و یوروگرافی چی است؟ اولتراویست است. در یوروگرافی نمیتونیم ما 10 الا 15 ثانیه بعد اکسره کنیم. کست ما به کدام شکل می باشه؟ کست ما به شکل ارزانی می باشه. سلاید قبلی به شکل ارزانی می باشه. کست سایزش 10x12 می باشه. کنار روی کست اون موضوع دوم است. کنار سفلیش قسمت کریستافیلیک است. سمتر شوها در قسمت وسط کست می باشه. سایه شوهایی ما محدود می باشه. چرا این را به این شکل می گیریم؟ به خاطر از اینکه مریض سویدشن شوهای زیادتر نگیره، به او خاطر هیچ ضرورت نیست که ما مکمل کیوبی یا تمام ابدومین رو مریض اکسره کنیم، به خاطر که ریدکشن پروتکشن مهم است، اونجا هم خود ما محفوظ هستیم و هم مریض. سایه شعار ما محدود بود ببخش. وضعیت مریض قدمی خلفی خوابیده است. تشخیصش چی است؟ ایره به خاطر چی میگیرن دافت اینجکشن؟ به خاطر نزج کلیوی یا پرینشیم کلیه. ایره بنا قسمت ها برام نفروگرام میگه که در این والد کلیه ها خوب واضح قسمت نفرون های کلیه کنتراست میگیره واضح دیده میتونیم. بعض آی پی پی های ما به تاخیر به انجامه که در این والد ما این کلیشه برای ما حیاتی میباشد، چون ما میتونیم از روی ازی تشخیص کنیم که این کلیه فکشن داره یا نه. اینی یک کلیشه اندافیجکشن هست. میبینید پرانشیم کلیه را بسیار واضح معلوم میشه. کلیشه 5 تا 15 دقیقه بعد از زرق مواد کنتراست است که در این حالت ما معلوم مطالعه چی است؟ مطالعه جدار هر دو کلیه است که میبینیم کلیه های خود که کلیه ها فکشن داره، فعالیت داره، کلیه ها آمده کنتراست گرفته یا نه. کلیشه 30 تا 45 دقیقه است بعد از زرق مواد کنتراست
که در این هم باز میاییم از کستای 35 در 40 یا 14 را به استفاده میکنیم، متایل کلیه ها، آلب ها و مسانه میباشه. لید شیت استفاده میکنیم. لید شیت یک پروتکشن است که به مریضای مرد استفاده معمولا باید استفاده شد به خاطر که ردیشن شوا بر مریضا خطرناک است. و مطالعه پروستات در بعض مریضا معمولا بازی را میتفک مطالعه کنیم، پروستات به شکل یک فلین دفکت در قسمت مسانه دیده میشه. کلیشه 60 تا 90 دقیقه و بعد از ارقام آمده کنترلز است که مطالعه شکل و سایز مسانه است که او را مطالعه میکنیم. آیا مسانه مملو از کنتراست است یا نوز کنتراست نوز دقیق مملو نشد؟ جدار مسانه رو ببینیم، مسانه به شکل صاف است یا ایرگولاریتی داره؟ در صورتی که ایرگولاریتی داشته باشه در یه حالت انفکشن مسانه نشان میده که او یک موضوع بسیار تشکیلیه بر دکتر رادیولوژیست و یورولوژی میباشه. کلیشه بعد از تخلیه به تمام مریضا ضرور نیست، اما به مریضایی که مشکلات پروستات داره میشه کمک کننده در بخش تشخیصش باشه، به خاطر از اینکه ما بقایای تخلیه ادرار میشه که توسط این مواد کنتراست در مسانه هم ببینیم. و یک موضوعی است که بعض کلیشه‌هایی که باید گرفته شود در ای وی پی ما در این سلاید جا به جا نگنجانیدیم به خاطر از اینکه وقت هم کم بود و او مربوط به موضوعات تشخیصی و بخش دکترهای تشخیصی میشه که ما میتونیم که مریض آی وی پی را به کلیشه های لترال، اوبلیک و اوبلیک راست و چپ و حتی اپراید یا استندینگ هم اجرا کنیم. که در کیس های ما که اگر احیانا با مواجه میشیم با بعض مشکلات مثلا ابستراکشن های حالب است، در او حالت ما میتونیم که مریض اوبلیک را بگیریم، اوبلیک راست یا چپ. بعض سنگ ها در مسانه وقتی کنتراست داخل مسانه فول میشه ما نمیتونیم که این سنگ بفهمیم که سنگ در کدام قسمت موقع داره، آیا در مسانه است یا دالب، و مریض اوبلیک راست یا چپ اجرا میگیم. و لترال به خاطر بعض کلیه هایی که شیپ کلیه تغییر داره و به شکل غیر نرمال است که باز مریض معمولا لترال میگیریم، شیپ کلیه رو درست واضح بینیم. تشکر از توجهتون. که مشکل باشت سپاس دارم. تشکر نتون جان از پرزنتیشن زیبایتون و از همکارا خواهش میکنیم که لطفا تایم از نظر بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه استادان محترم، بر ما خوب انشاءالله که کلی استاد هستین دیگه. همکارای عزیز خوش آمدین. میگیم کنگره رادیولوژیست ها یا رادیوگراف ها، رادیولوژیست ها که ما ناجوانی کرد گریختن، خب ما ناجوان نیستیم، مجبور کمر از یارا ما بسته کنیم. و شما خواهش میکنیم که با وسیله شما ما مختصرا تشریح میکنم، چون همه ما خسته شدیم. ما فکر میکنم شما وقت زیاد دیر شد. شروع میکنیم به عنوان درس خود. تکنیک باریم سول و باریم میل که مرواج است، باریم پیش هم مسلک ها که چطور چیزی است و چطور طور استفاده قرار بگیرد. او چیز نیست؟ مواد کثیفه یا کنتراست که مورد استفاده قرار بگیرد عبارت از باریم است که یک ماده گجبانند است و منحل در آب است و با استفاده از شوای اکس قابل رویت میگردد. این ماده بی خطر بود و توسط نوشیدن و یا خوراکی خوردن غذای رقیق به مدت چند روز تخلیه می شود. بارومیل خوراک است. تطبیق بارومیل خوراکی برای بخاطر بررسی میری معده ابتدای روده کوچک اجرا می گردد. و باریم سولا بلا یا خوراکی ازی بخاطر بررسی میره معده اجرا می گردد. یک ذره مختصر میگیم، هم در فلش هست هم امضای من چپتر هست. از کسی که دوستان مشکل داشت شابه این گرفتن که وقتتان زایی نشه. استدبابش دوری است که اصلت بلا ناراحتی ناشی از آزمه سوی آزمه، احتمال زخم میده، تغییرات در عادت های میدهی، کاهش وزن بدون دلیل مشخص، وجود تومورها مانند پولیپ ها، التهاب میری و میده، احتمال تزریق یا توسع در میری. و مزاد استدبابش
در خانم هایی که پرگننسیش مثبت باشه و انسداد سوراخ های امای دقیقه و تاریخچه اساسی در مقابل باریوم پیش مریض اگر باشه مزاد استباب است، این معاینه اجرا نمیشه. عوارض جانبی یا حساسیت در مقابل باریم می باشد احتمال انسداد در میری معده و ابتدای روده کوچک. احتماماتش مریض باید به اشکم گرسنه به شعبه رادیولوژی مراجعه کند، از غذاهای جامد و گازدار اجتناب کند، صرفا مایات رقیق مانند سوپ و یا چای نوش جان کند. مریض 6 ساعت قبل از انجام این معاینه باید غذای نخورد، آب ننوشد، حتی از ساجق و سیگرت استفاده نکند که باعث افزایش ترشح معده میگردد. معده باید تخلیه باشد. این عملیه معمولا بین 20 تا 30 دقیقه اجرا بشود، چون میری معده و دیدونیوم یا شروع ابتدای اما کوچک نرم می باشد، در رادیوگرافی ساده قابل رؤیت نمی باشد. استفاده از باریوم و لایه غشای مخاطی آنها توسط باریوم پوشش داده می شود و تصویر به دست می آید، آمده از نظر فیزیولوژیکی خوبتر قابل رؤیت و مطالعه می باشد. تحقیق وضعیت های رادیوگرافی با وضعیت جنبی یا لترال با وضعیت خلفی قدامی و اوبلیک قابل اجرا است. پروسیجرش طور است که مریض زمانی که مراجعه میکنه باید به مریض فرم تفهیم صورت بگیرد و مریض وقتی که به شعبه رادیولوژی مراجعه میکنه به خاطر معاینه دوسیه و معاینه و تمام نسخه دکتر رو با خود داشته باشد که مطابق دوسیه یا نسخه مریض اجرا شود. اگر بعدن کلا مشکل پیش میشه باز دکتر جوابگو باشد. در وقت رادیوگرافی از مریض باز اجناس فلزی مختلف یعنی سیخه، قیتک، لاکت، ساعت، دزبند و غیره دور شود. مریض وضعیت جنبی طور رادیوگرافی می شود که مریض با وضعیت جنبی تام در مقابل استند رادیوگرافی قرار می گیرد. هر دو دست مریض بالای سر مریض قاط می شود و برای ملوث ساختن میری مریض از یک قاشق باریم استفاده میکنیم. بعدن با مریض فام تفهیم صورت میگیرد. دو یا الا سه قاشق باریم تهیه شده مانند چکه اصطلاح آمنه با مریض تهیه میشه، آدم در دهن خود نگهداری میکند. با مریض گفته میشه که زبان ما اکسپوز میکنیم، مریض بلع میکنه، در عین بلع کردن باریم از مریض کلیشه هست میشه. فاصله تیوب با مریض باید 90 سانتی متر باشد. کست طور اتخاذ شد که از علوی میری الا تا ختم میده احتوا نماید. سایز کست 340 کیلوولت 80 میلی امپر 25 زمان 0.25 ثانیه. علامه راست و چپ در کلیشه ضروری است. شواب به صورت افقی تمرکز داده می شود. مرکز شوا در بالای ناحیه سوپلی ایپتی یا زیر بغل مریض تمرکز داده می شود. از این عملیه که اجرا کردیم چنین رادیوگرافی هایی به دست می آید که شما ملاحظه می کنید. شاهده می شود. رادیوگرافی دوم با وضعیت خلفی قدامی. صرف فرق بین رادیوگرافی ها اما پوزیشن مریض از دیگه عملیه را عین عملیه اجرا می شود و کیلوولت یک 5 کیلوولت تا بالا میشه، زیادتر کیلوولت تغییر نمی خورن. اگر شما خسته نشدین که بگویم ایشان اگر نی پیش برو باشه. اینی فاصله تیوب با مریض اونم 90 سانتی متر این یک نرم استاندارد است در رادیولوژی. کسته طور انتخاب شود که علوی میری تا حد میده را احتوا کند. سایز کسته 340 باشد، کیلوولتش 80 چون زخامت از یا کمی کم است. این همیجه اشتباه در چک پرزنتیشن ما شده باید 75 می بود. میلی امپیر هم 25، سکنش هم ثانیهش هم 25 باشد. علامه راست و چپ ضروری است. شما به صورت افقی
تمرکز داده میشه مرکز شما در بالای فقره چهارم یا پنجم زهری تمرکز داده میشود. او کلیشی اول کس از بلعوم مریض است که بلع میکند، احتوا میشود، بلش ملوث میشود و بلع به میده میرسد. پوزیشن سیومش مایل است که ادمی جام یک مشکل در قسمت اردو دست مریض در تایپ شده. شما اگر او را مشکل جدی نگیرین، مریض با وضعیت در مقابل مایل در مقابل استند رادیوگرافی قرار داده می شود. هر دو دست مریض با سر مریض قاط می شود. یک قاشق باری به خاطر ملوث شدن میری مریض داده می شود. با مریض افام تحویل صورت می گیرد. دوی لاسه قاشق دیگر در دهن خود نگاه می دارد. زمانی که اکسپوز می دیم و مریض می گیم که دوا را بلع کنه، در عین بلع کردن از مریض یک کلیشه عرض می شود. فاصله ما چیز است، کست طور انتخاب می شود که میرید علمی میرید تا خط میده را احتوا کند. سایز کست 30 انتخاب می شود، کلووت 80 و در این وضعیت کلووت 80 سایز که زخامت زیادتر می شود. میلی امپر 25 تعیین می شود. علامه راست چپ ضروری است. شوا به صورت افقی داده می شود. مرکز شوا بالای فقره چهارم یا پنجم زهید تمرکز داده می شود. دیگر فرق زیادترش در پوزیشناش است و در تمرکز شواش است، سنتر شواش. کلیشه می بینید طور کلیشه با دست ما می هست. تشکر از توجهتان. یک ذره تیزتر گفتیم که خستگی است، اما اگر خسته شدید می بخشید. تشکر از توجه. شکر از جناب محترم نور احمد حیدری. و حالی از محترم شیرخان مهدوی خواهش میکنیم که دوی سه تشریف داره و موضوع پریزنتیشن جلسه Introduction of Radiologic Modalities. شیرخان مهدوی تکنولوژیست دپارتمنت رادیولوژی شبخانه FMIC. از شیرخان باید یادآور شویم که اینا بسیار دستاوردهای زیادی دارن و یک دستاوردشان نیسته که یادآور ماشین سلور ریکوری که اینا ساختن، که ما یک ماشین در اینستیتوت رادیولوژی داشتیم و با امید از اینکه در آینده ها رشد بیشتر و بیشتر بمونه. تشکر، سلامت باشید. تا نمیتونم شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کانگرس علمی انجمن رادیولوژی افغانستان به کل جامعه طبی افغانستان بلخصوص به شما مسلکای عزیز از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. و در همچنان شرایط ناگوار کشور که ما میتونیم گرده هم جمع بشیم به خاطر مسلک خود، به خاطر رشد ترقی و پیشرفت خود کار بکنیم، این جای افتخار است. امروز میفهمم کل شما خسته شدین، اما این خستگی ارزشی را داره. همین مجلس ما ارزشی را داره که ما این خستگی را به خود بپذیریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امروزی را که من انتخاب کردم اوی است که رادیولوژی ایمیجینگ مودالیتیز، کدام ماشین ها را ما در رادیولوژی استفاده میکنیم، رادیولوژی شامل کدام بخش ها میشه و از چه نوع ماشین ها با چه نوع تکنولوژی ما استفاده میکنیم. جنرال رادیوگرافی، جنرال رادیوگرافی که ما اکسره های مثلا چست اکسره میگیریم، بون اکسره میگیریم، نی جوینت اکسره میگیریم، ایکولش و یا اسکال اکسره، ابدومینال اکسره و اینا کل شامل جنرال رادیوگرافی میشه. و ارتوپانتوموگرام یا OPG که بعدن سرش میریم که OPG چی است، ماموگرافی و ماشین فلوروسکوپی، آلتراساوند، کامپیوتر توموگرافی یا CT اسکن، مگنتیک رزونانس ایمیجینگ یا MRI. این دستگاه‌های است، ماشین‌هایی است که ما در رادیولوژی از این ماشین‌ها استفاده می‌کنیم. با اینجا سر برین پیش. اکسره را شما تکنولوژیست عزیز کلتون خوبتر معلومات دارین که اکسره چی است. اکسره ماشین شخص که می‌بینین شامل تیوب اکسره میشه، استند داره، تیبل داره و جای کست داره که دو ما مثلا کست جاگزین می‌کنیم و استند استندینگ هم است و استندی که کست میمانیم در خود تیبل هم موجود است. اکسره که است نسبتاً از دیگه ماشین ها که خوبتر است، معاینش ارزان است. یعنی هر کسی که مثال خواسته باشه که اکسره بگیره بنابرای مجبوری نسبت به سیتی سکن و امارای و بعض ماشین های دیگه اکسره برای مریض ارزان تر است.
نتیجهش برای استخوان ها خیلی خوب است، بون نتیجه خوبتر میده، معاینات شده عرصه وقت ما میتونیم که تو مثلا اگر ام ار آی بگیریم یک روز دو روز تال میخوره تا راپور از اون بده، یک ساعت 40 دقیقه طول میکشه که معاینات شود، اما اکثر این رقم نیست.